دوستای عزیز، بر همه شما سلام. یک بار دیگر شما را بازم خوش آمدید میگم به چینل خودتان. امروز گفته مرغ آماده میسازم نظر به خواهش یک خواهر نازنین. به نام خداوند و بخشنده و مهربان شروع به کار میشم. مواد لازم: 7 قاشق غذاخوری روغن ماهی را به داخل دیگر انداخته میمونم که خوب روغن داغ شود. روغن داغ شده، آل پیاز میده شده را میندازم. 3 دانه پیاز میده کردیم، میندازم که پیاز رنگ قوی روشنه به خود بگیره. یک قاشق چای سیر میده شده، سیر تازه را میندازم. خوب با پیاز سرخ میکنم سیر. یک قاشق چای پودر زردچوبه را اضافه میکنم. البته میندازم تا با پیاز و سیر کمی سرخ شود. دو دانه مرچ تازه را میده کردیم، مندازم. میخواییم که قورمه کمی تون بیاید. نمک به قدر لازم، 3 قاشق یا 4 قاشق روبه بانجرمی بسیار قورمه را خوشمزه می سازه. اگر روب داشتین از ایچی بهتر، اگر روب نبود و دسترس شما، میتونین که از بانجرمی تازه کار بگیرین. البته به ای اضافه کنین به ای قورمه. برای 1 دقیقه با پیاز خوب رو به سرخ میکنم، بسیار خوشمزه میسازه. و 2.5 گیلاس آب جوش هم اندازم، به حرارت متوسط میمانم که جوش بخوره. البته این لعاب کوفته. گوشت چپ شده، البته کوفته قیمه مرغ است، 1 کیلو. و مواد لازمه مندازم: 2 دانه پیاز میده کردیم مندازم. البته نرم است پیاز، خوب نرم ساختیم. و کم گشنیز تازه را مندازم و مصالحی را که ماندیم مندازم. و 1 قاشق غذاخوری سیر میده شده را مندازم، سیر تازه. و هر مصالحی که به دسترس خودتان بود مندازین. 1 قاشق غذاخوری مرچ سیاه، 1 قاشق غذاخوری مصالحه برنج و 1 قاشق چای تخم گشنیز و نمک به قدر لازم. زیری درست زیری میده نیست مندازم و مواد خوب گپ میکنم. و 1 قاشق چای مرچ سرخ است. خوب مواد با هم گپ کرده، البته با کمک دست گپ میکنم. حالا با قاشق مواد گپ میکنم. بعد از آن با کمک دست خوب مواد با هم گپ کرده، بعد از آن کوفته را آماده می سازم به داخل. البته لو به کماندیم کوفته را تیار کرده می رزم. دوستای عزیز، به جریانی که جوش می خوره کوفته را با کمک آب دستاره با کمک آب زده و کوفته را تیار کرده و داخل زی لو آب می رزم.
دوستای عزیز با حرارت متوسط پختم میکنم کوفته را. هیچ واز نمیشه، ضرورت نمیشه که من تخم مرغام به این قیمه اضافه کنم. خود گوشت مرغ البته قیمه مرغ در بسته میکنم بدون اینکه تخم اضافه کنم. تخم مرغ آل ازده ازده انداخته برارت کم مانده ایم و بعد از اون که کفته را همش انداختم، بعد از آن به حرارت متوسط میمانم که کفته پخته شد. دوستای عزیز و مهربان، خودتان میبینین وقتی که کفته را مندازم، کفته ها را با کمک دیگ شور میتم که دیگر کفته ها را بندازم جای شود. بعد از آن کفته را که انداختم سر دیگر میپوشانم، برارت متوسط میمانم که کفته پخته شود. با کمک دیگ شور میتم، نه با قاشق. آن سرش پوشانده منتظر میباشم. دوستای عزیز، سر دیگه باز میکنم، بعد از 25 دقیقه ببینین که آبش هنوزم آبدار است. گفته میمانم که آبش خشک شود. دوستای نازنین و مهربان، دوستای عزیز و مهربان، انشالله که ویدیو مورد علاقه شما قرار گرفته باشه، لذت برده باشین از دیدن از این کوفته خوشمزه. بسیار خوشمزه است، حتما امتحان کنین، حتما خوششون میاد. خواهر ما که از من خواسته بودن، خدا کنه خوش از اونام بیاد. حتما تیار کنین خواهر نازنین، بهترین کوفته است. هر مسالی که به دسترس شما بود میتونین که به این کوفته اضافه کنین و پخته کنین. دوستای عزیز و مهربان، بازم تشکر از اینکه همیشه خوارتون تشویق میکنین. از تشویقای شما جهان سپاس. شما هستین که من هستم. هر تک تک شما را به علای پاک سپرده. خداوند یار و یاورتان، از دعایتان فراموش نشم. خداوند نگهدارتان.